2000 این داستان داستان زمان ماست روز 29 جولای ساعت 2:00 حکم شد که حالات را باید تحت کنترل خود بیاوریم 40 روز شده بود که باقیان 450 تن از رضاکار حافظ صلح را گروگان گرفته بودند صدای پنکه هلیکوپتر آرامی و خاموشی شب را می برید وقتی ما روستا را محاصره کردیم صدای توپ‌ها بسیار زیاد شنیده می‌شد جنگ 2 ساعت دیگر نیز دوام کرد گلوله‌های پیهم نهاوان کمر باختیان را شکسته بود آنها از روستای کلاهون فرار کردند روستای کلاهون بود آنجا که قوای پاسدار صلح را گروگان کرده بودند آنها نیز آزاد بودند وقتی جهت وظایف تقسیمات می شدیم از کمینگاه دشمن بر ما حمله صورت گرفت پارچه از بمب دشمن بر بازوی چپ من اصابت کرد در همان موقع من درک کردم که ما در اینجا زیر هدف قرار داریم ما اینجا آمده بودیم زیرا که کشور ما مردم ما مرا اینجا فرستاده بود تا در این کشور جنگ زده افریقایی سیرالیون صلح جا به جا شود ما مسلح بودیم لیکن نی برای این که کسی را هدف خود بگیریم و یا کشور دیگری را اشغال کنیم بلکه هدف ما تنها و تنها صلح بود جنگ سرد امروز جزی از اوراق تاریخ شده است دیوارهایی که مدت زیادی مردم جهان و کشورهای جهان را تقسیم کرده بود از بین رفت اکنون ملل متحد در راهی گام می‌گذارد که هدف آن امن و خوشی دنیا باشد و نامی از جنگ را کسی به زبان نیاورد ولی با آن هم تنازعات در جهان بروز می‌کند که باعث اختلافات کشورها می‌گردد جنگ‌هایی که در قرن گذشته به وقوع پیوست آن قرن را به نام قرن تنازعات و تشدد در تاریخ نام داد اما اینها که مربوط سازمان ملل متحدند و لباسهای آبی را وطن کردند همیشه برای این هدف کار می کند تا جنگ و جدل را کنار زنند و صلح را جانشین آن کنند زیر بیرق سازمان ملل متحد سپاهیان کشورهای مختلف جهت نگهداری امنیت جلوگیری از جنگ و فراهمی مناطق بی‌طرف بین طرفین درگیر دست به کار می شوند و اکثرا در زمینه بدون اسلحه داخل میدان عمل می گردند متاسفانه که بعد از ختم جنگ سرد مسئله تامین امنیت از لحاظ وجوهات گوناگون وضع پیچیده به خود گرفته است باید گفت که در ختم جنگ سرد ملل متحد نه تنها در مسائل دفاعی بلکه در مسائل منطقوی نیز درگیر افتاد اکنون در اکثر جهان جنگ‌های بین کشورها به نظر نمی‌رسد از این رو قوای پاسدار صلح ملل متحد امروز در مشکلات منطقوی و جنگ‌های درونی کشورها به فعالیت پرداخته و پاسداری از صلح را می‌کنند آنها نه تنها به دفاع می‌پردازند بلکه در زندگی مردم نیز سهم می‌گیرند
در حال حاضر اکثریت آن کشورها که با تنازعات و درگیری ها روبرواند، همه آنها خواستار کمک از ملل متحد شدند. ملل متحد در مقابل به آنها پاسخ مثبت دادند و در 54 کشور جهان قوت‌های پاسدار صلح‌آن مصروف اجرای خدماتند و پاسداری از صلح سمبول مکمل ملل متحد به شمار می‌رود. از چندین کشور نظامیان جهت این کمک استخدام شدند. هندوستان نیز در جمع همین کشورهاست که تقریبا در حدود 50,000 تن نظامیان اعم از قوای مسلح، پلیس و مردمان ملکی را در اختیار آن سازمان داده است. از جمله 50 گروه پاسدار صلح ملل متحد در 36 کشور گروه آن یعنی قوای هندوستان سهیم بوده که فعلا این قوا از بزرگترین قوای کمک دهنده ملل متحد به شمار می آید. و این قوا معمولا در کوریا، چینا، سومالیا، رواندا، موزمبیق، لبنان، سیرالیون، ایتوفیا و اریتریا مصروف خدماتند. زمان ثابت ساخت که هندوستان نیز در راه پاسداری گام برمی دارد و عساکر خود را به ملل متحد می فرستد. از این هدف نفع شخصی نبوده بلکه تقویه جامعه بین المللی بوده است. بله، با آغاز فعالیت های صلح و پاسداری بعضا در عملیات طور واقع می شود که عملیات با اشتباهات توأم باشد و از آن چی را که ملل متحد در برابر آنها گذاشتند اجرای دقیق به عمل نیاورد. در این حالت تنها و تنها مسئله اهلیت و جامعیت سطح ابتکار سپاهیان در نظر گرفته شده می تواند. حقیقت این است که سپاه هند با یونیفل مشترکاً از یک سال به این طرف به اجرای همکاری پرداخته است. من کاملا باور دارم که خانواده قوای پاسدار صلح با قوای هندی در ایجاد نظم و امنیت پیروزی های قابل ملاحظه را به دست خواهند آورد. کشورهایی که در جریان عملیات صلح ملل متحد شرکت می کند، آنها تنها مسئول فراهم آوری و آماده کردن سپاه و ماهرین نیستند، بلکه آنها باید از لحاظ سیاسی نیز مورد قبول و اعتماد کشورهای درگیر در مشکل باشند. موجودیت سپاه هند در گروپ های حافظ صلح ملل متحد در قسمت مختلف جهان مربوط به مقبولیت و استعداد آنهاست. هندوستان در پایان قرن سمینار بین المللی درباره صلح و امنیت در رابطه با 50 سالگی آزادی هند دایر کرد. 126 عضو به نمایندگی 70 کشور جهان در این سمینار اشتراک کردند. سمینار درباره قوای موجوده حافظ صلح جر و بحث کردند. عملیات قوای صلح در 14 کشور جهان از سیرالیون تا قبرس برقرار است. نمایندگان و کارکنان امنیتی 70 کشور جهان در موقع افتتاح این سمینار حضور به هم رسانیده بودند. Last year in 1998 we had 16 operations with 40,000 troops and about $1 billion in our budget. And by the end of February this year we helped close two more missions, one in Angola and the other in the former Yugoslav Republic of Macedonia. This is a clear retreat from heydays of peacekeeping in the early 1990s, but we can also see the stabilization of peacekeeping despite setbacks. سپاه هند در گروه ها و عملیات حافظ صلح در کانگو، نامیبیا، کمبودیا، سومالیا، رواندا و لبنان حصه گرفتند.
نمایندگان هندوستان که در این سمینار عضو بودند تاکید زیاد بر این داشتند تا مسئولیت زیادی برای هندوستان در شورای امنیت سپرده شود. هندوستان از مدت زیاد طرفدار اشتراک کشورهای در آل رشد در شورای امنیت هستند. In our region, there is a lot of problems facing the UN peacekeeping forces, such like the area is so big and the roads are so difficult and scattered places for the rebels and so on and so. And also communication is a main problem. The most important challenges will be the need to face this financial budget, this reduction, because this can cause some difficulties to their work in these countries like Angola and Macedonia, and where the operations are closed. So the financial restrictions will be the most obstacle to the work. جریان کار قوای حافظ صلح ملل متحد زمانی با مشکلات سخت دچار می شود که در یک کشور ملی گرایی از یک طرف ثبات داخلی و از طرف دیگر دشمنی دیرینه را با دیگران دامن می زنند. You cannot mix peacekeeping and peacemaking forces. We had peacekeeping forces. So perhaps it should be more distinct among UN authorities, what is the duty of peacekeeping and peacemaking? Now we have to face the problems of some nations that have the crisis of identity, they have problems of terrorism, they have problems of nationalism, tribalism, and so on. I think that some others are more affected than others in this regard. We have problems in the Balkans, we have problems in some regions of Africa. But this is a new generation of peacekeeping operations that is more difficult. We are trying to adapt our expertise to these new situations. اکنون این سوال پیش می آید که چرا اعضای قوای حافظ صلح در کودتاهای حکومت جمهوری و انتخابی درگیر می گردند. اکنون در ساختار ملل متحد در حدود 16 گروه پاسدار صلح مصروف عملیات امنیتی هستند که هند در نوع آن با داشتن 2136 تن سپاهیان و ماهرین و 848 تن پلیس ملکی سهم دارند. هند یکی از بزرگترین رقم سپاه صلح را در خدمت ملل متحد قرار داده است. اکنون در ساختار ملل متحد 14000 سپاه هند در عملیات گوناگون در گوشه و کنار جهان مصروف انجام وظایف هستند. هند نسبت به هر کشور دیگر در این را پیش قدم بوده و به دست آوردن اعتماد در همچ وظایف عملیاتی کار آسانی نیست. درباره فاکتورها و علایق گوناگون باید در نظر گرفته شود. احترام به رسوم و دین مردم از جمله حقایقی است که آن را نباید از یاد برد. آره، ما با آنها روابط بسیار خوبی داریم. وقتی آنها به کار آغاز کردند ما را یاری رساندند. آنها برای ما کمک های طبی فراهم کردند و سلوک نهایت انسانی را با ما اجرا کردند. ما آنان را دوست داریم زیرا که آنها امنیت و صلح را به ما به ارمغان آوردند. دسته های قوای هندی در اینجا کارهای مهم انجام دادند. وظایف مختلف را به دوش گرفتند. ما از آنها آموختیم و حالا وظیفه گرفتیم تا آن را در بیروت عملی سازیم. ما خوشبخت هستیم که از کمک های آنها در اینجا در لبنان بهره‌مند شدیم. قوای هندی در اینجا کارهای مهم انجام دادند و وظایف مختلف را عهده‌دار شدند. من از آنها چیزهای زیادی آموختم و آن را عملی خواهم کرد. حتی من آرزومندم آنچه را که از آنها مختعم با خود به لبنان انتقال بدهم. تا
طریق عنعنوی امنیت یک نوع پیچیدگی و جنبش مرکب را به وجود می آورد که آن ایجاب ضروریت عمل مرکب سیاسی، نظامی و اجتماعی را می کند. پلیس در همچو موارد مسئولیت انتخابات نگهداری از حقوق انسانی را دارند و مردم را نیز با آنها در زیر بیرق آبی ملل متحد مشترکاً گرد می آورند. ملل متحد در حل تنازعات بین المللی حیثیت کلیدی را داشته و سعی کرده است که از بروز مشکلات جدید جلوگیری نماید. حالات جدید به تلاش های جدید ضرورت دارد. درگیری های جدید معمولاً جنگجویان، عساکر و نظامیان منظم نیستند. حتی با اکثر گروه های جنگی و اطفال و نوجوانان کم سن نیز حصه می گیرند. در اکثر این جنگ ها خسارات زیادی را متوجه مردمان عادی و غیر مسلح کردند. در حال حاضر 90% قربانیان و مقتولین جنگ ها مردمان بی‌دفاع و اطفال هستند. مردمان بی‌دفاع و بی‌خانمان معمولاً قربانی‌های این جنگ‌های خانمان‌سوز در اکثر نقاط جهان می‌گردند. در مناطقی که جنگ‌ها جریان دارد، ملل متحد باید تلاش را خرج دهد تا از وسعت آن جلوگیری شود. درباره راه ها و تلاش ها گوناگون است. با آن همه، همه افراد ملل متحد با لباس های نیلیشان خود را وقف این همه مشکلات کرده است. شاید صلح و امنیت به قیمت گران تأمین شود، ولی همه جهانیان در مساعی مشترک با این سپاهیان و عساکر قرار دارند. تا کنون بیشتر از 1500 تن از محافظین صلح ملل متحد جانهای خود را در تحت لوای این سازمان از دست دادند. قربانی های آنان بسیاری از مرزهای دشمنی را از بین برده و امیدهای نوینی را در عرصه صلح و آشتی به بار آورده است. ما باشنده های روستای دارو نهایت خرسندیم و برای سپاهیان و پاسداران هندی خوش آمدید می گوییم. امشب همه مردم، زنان، اطفال و دختران روستای دورا احساس خوشی می کند. در سال 1988 زمانی که جهان به اهمیت فعالیت های پاسداران صلح پی بردند، به این نتیجه رسیدند تا جایزه جهانی نوبل جهت انجام خدمات در راه صلح با قوت‌های حافظ صلح عطا گردد. کمیسیون اعطای جایزه نوبل تصمیم گرفت تا جایزه صلح 1988 را به قوه پاسدار صلح ملل متحد بدهد، زیرا که آنها در حالات نهایت دشوار و مشکل توانستند صلح و امنیت را در اکثر نقاط جهان بدون استعمال قوه و اسلحه برقرار سازند. ولی دایه صلح و آشتی تا کنون نیز برقرار نشده است و کمیته به این نتیجه رسیده است که قوت‌های پاسدار صلح از طریق تلاش‌های خود می توانند سهم مهمی در پیاده کردن اصول اساسی ملل متحد ایفا کنند. به این ترتیب این سازمان جهانی می تواند از این طریق نقش مرکزی و مهمی را در برابر جهان بدون تأخیر با سربلندی انجام دهد. پاسداران صلح ملل متحد متشکل از جوانان کشورهای مختلف جهان است که آنها به شکل داوطلبانه در راه خدمت به صلح، به جوامع و انسان قدم می گذارند. نگهداری امن و امنسازی توسط جبر دو مفهوم جداگانه است که هر کدام آن در موقع خود از اهمیت خود برخوردار است.
تا این نزدیکی ها ملل متحد در امن سازی مهارت قابل ملاحظه نداشت. با مفهوم وسیع نگهداری امن و صلح کارست دشوار. وقتی جریان صلح با رکود مواجه می شود و یا گروه های صلح با این کار از رای صداقت در نمی آیند، طبعا مشکل بزرگ می شود. باید در همچو موارد قوای صلح روان خود را و روحیه خود را نبازد. آن را باید در حفظ خود داشته باشد. باید گفت که بهترین راز کامیابی پاسداران صلح به حقایق عینی تن در دادن است. سپاه حافظ صلح باید در قدم اول در صحنه درگیری حقایق عینی را درک کنند و مهمتر از همه باید تکنیک و طرز مفاهمه و مذاکره را در نظر داشته باشد. همچنان اینجا یک مشکل بزرگ دیگر نیز هست که پاسداران با عنانات و رسوم محلی آشنایی کامل ندارند. آنها باید به مذهب، زبان و غیره مراسم مردم احترام بگذارند. همه این چیزها از طرف پاسداران صلح در نظر گرفته می شود و اینها از جمله مشکلاتی است که ما با آن روبرو هستیم. با جابجا کردن قوای صلح ملل متحد، قوای حفظ صلح کارها و مسئولیت‌های اهمی را به دوش می‌گیرد. آنها باید خواسته‌های جامعه را در نظر گرفته و عمل نمایند. صلح بعد از سال‌های جنگ و درگیری‌ها تنها آغاز از سرگیری امور یک کشور است. محافظین صلح به این نظرند که در همین موقع باید مردمان بیچاره و بینوا را تنها نگذارند. اعمار مجدد یک جامعه که همه بنیادهای آن در جریان هرج و مرج پایمال می شوند در ذات خود یک کار مشکلی است. اگر تحت لوای پاسداران صلح مردم از امکانات و مزایای دموکراسی برخوردار نشوند، آنجا امیدها و امیدهای صلح بیفایده می گردد. بعد از ختم جنگ سرد توجه به اعمار و مجهز ساختن ملل متحد اضافه تر شده است. این یگانه ارگان است که باید به نام دموکرات ترین مثال در جهان معرفی و ایجاد گردد. ملل متحد در آغاز دارای 51 عضو و شورای امنیت 11 عضوی بود. امروز این تعداد به 189 کشور بلند رفته و تعداد اعضای شورای امنیت نیز به 15 عضو رسیده است. که از جمله 5 عضو دائمی آن عبارت از امریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین می باشند. در حالی که تعداد عظمی جلسه عمومی ملل متحد را کشورهای در حال رشد تشکیل می دهند، لیکن با آن هم همه امور این ارگان با کشورهای صنعتی ارتباط دارند. این عدم توازن را باید توسط انکشاف شورای امنیت و توجه به نمایندگی کشورهای در حال رشد از بین برد. هندوستان را اردو جنای دائمی و غیر دائمی حمایت می کنند. همه کشورها فقط و فقط روی این اصل باید فکر کنند که صلح و امنیت دنیا و جهان تنها توسط ملل متحد محفوظ شده می تواند. هندوستان در نگهداری صلح و امنیت تجربه داشته. به همین علت ما امیدواریم که مردم هند از صلح و دموکراسی طور دفاع نمایند مانند که مردم ما را کمک کردند. ما آرزومندیم که هند روزی در ملل متحد جایگاه سازنده و مهم داشته باشد. هند نامیبیا را در دستاوردهای آزادیشان کمک کردند. هند بعد از آزادی خیش در سال 1947 با کشورهای افریقا، آسیا، امریکای لاتین و کارابیان وابستگی های متفاوت داشته است. ما خواستاریم آنیم که هندوستان را در حال مشاهده کنیم که در جریان قرن 21 به حیث عضو دائمی شورای امنیت به منظور صلح و حامی آن در جهان ایفای خدمت کند.
کلاه آبی که در نتیجه دید و فراست و تصمیم داگ مارکس جلد به وجود آمد امروز از آزمون طویل عبور کرده است و تعبیر آن رویاها به حقیقت پیوست، اما با آن هم برای سرمنزل نهایی آن رویاها حدی باقی است. سازمان ملل متحد در حال حاضر با یک آزمون روبروست که این آزمون وابسته به تغییراتی است که در جهان به وجود آمده است. از همه این آزمون ها ملل متحد وقتی موافقانه بدر شده می تواند که یک شورای مستحکم و پیروزمند داشته باشد. ایجاد و نگهداری امنیت از وظایف ملل متحد بوده که در این را با بلند همتی گام برداشته است. در رفع تنازعات و ایجاد فضای صلح و آشتی وظایف اهمی را اجرا کرده است. هندوستان از این گونه مساعی ملل متحد همیشه حمایت کرده است. جهت تحقق اهداف ملل متحد و همکاری با این سازمان، هند در ماه آگوست سال 2000 مرکز حفاظت از صلح را بنیاد گذاشت. هدف از این مرکز این است تا مطابق روحیه این سازمان در راه تربیت و تبلیغ آرمانهای آن سهم گرفته باشد. سپاهیان ملبس با لباسهای آبی تا کنون واضح ترین سمبول سازمان ملل متحد بوده. هر عمل و کردار آنها مانند نمایش فیلمهای جنگی به نظر می رسد. اینها نمی توانند در حال مرگ نیز این لباسها را از خود بدور کند. از همین رو در بسیاری از محاذات جنگی از اهداف انسان دوستانه خود دفاع کردند و در راه دیگران زندگی خود را قربانی دادند. Thank you.